ཚཚཚན <mimk> ཚརྭྟ <imk> کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم خوش آمدید به برنامه خودتان برنامه مکتب هادی به جلسه 27 رسیدیم عنوان درس امروز شما ادبیات فولکلور است دوستان عزیز در ادامه بحث در حوزه دستور زبان آشنا خواهیم شد با جمله فعلی نمبر ارتباطی ما در فضای مجازی شاگردهای عزیز فراموش نکنید 20964 780 255 40 13 آمادگی دریافت نظرات شما در زبانان نازنین را دارد عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید خب از عزیز و گرامی کار خانگی جلسه قبل را حل میکنیم سوال کار خانگی جلسه قبل جمله ناقص را تعریف کنید و مثال بزنید در ادامه آشنایی با انواع جملات رسیدیم به جمله ناقص جمله ناقص را تعریف میکنیم و برای شما مثال میزنیم اگرچه اگر جمله ناقص را و مثالش را در جلسه قبل برای شما بیان کردیم خب چی میگیم؟ میگوییم که در ابتدا تعریف جمله ناقص جمله است که ساده است و معنای کاملی ندارد دو ویژگی برای جمله ناقص در تعریفش دو سال مشخص است یک میگوییم که جمله ناقص از نوع جمله های ساده است. نه جمله چی دوستان؟ جمله مرکب نیست، جمله معترضه نیست و انواع مختلف. جمله ناقص جمله ساده است و دیگه چی؟ معنای کامل را هم نمیرساند. پس معنای جمله ناقص از اسمش پیداست. معنایش است که ناقص است. خب یک مثال ذکر کنیم برای آشنایی بیشتر شما با جمله ناقص. میگوییم اگر به مردم رحم کنی خداوند به تو رحم می کند اگر به مردم رحم کنی خداوند به تو رحم می کند اگر به مردم رحم کنی یک جمله است چرا جمله است چون در انتهایش ما فعل داریم گفتیم که نشانه اصلی جمله چیه ایست که در انتهای همه جملات ما فعل داریم می تواند فعل ماضی باشد مضارع باشد آینده باشد می امر باشد می تواند نفی باشد می تواند نهی باشد و انواع مختلفه ولی مهم است که در انتهای جمله شما فعل بیاید هر زمانی که فعل آمد یعنی جمله تمام است اگر به مردم رحم کنی این یک جمله است خداوند به تو رحم میکند این هم یک جمله است نگاه کنید دوستان اگر به مردم رحم کنی قسمت اول جمله ماست که یک جمله چه دوستان جمله ناقص این قسمت رو نبینید دوستان تا اینجا بخوانید اگر به مردم رحم کنی یک جمله نیست چرا یک جمله است یک جمله ساده هم هست درسته یک جمله از ساده هم هست ولی یک ویژگی دارد و اوست که معنایش کامل نیست اگر به مردم رحم کنی جمله است که مخاطب شما منتظر است که ادامه بدهی چرا چون چون جمله کامل نیست جمله تمام نشده جمله نیاز به چی دارد به ادامه دارد به خاطر که مخاطب میخواد نظر شما مقصود شما را درک کند بفهمد پس ادامه بدهیم چی میگوییم خداوند به تو رحم میکند او جمله دومی که کامل کننده جمله ناقص هست را تحت عنوان جمله چی میگویم دوستان؟ جمله مکمل چرا؟ چون جمله مکمل تکمیل کننده جمله ناقص است جمله مکمل را تحت عنوان طبعی هم گفتیم درسته دوستان؟ جمله تبعی که در واقع تبعیت میکند از جمله ناقص و معنای جمله ناقص را برای ما کامل میکند پس جمله ناقص یک جمله است که ساده است و در عین حال معنایش کامل نیست برای تکمیل معنای خود به یک جمله دیگری نیز نیاز دارد که او جمله اضافی را ما تحت عنوان جمله مکمل یا جمله طبعی از او یاد میکنیم خب شاگردای نازنین عزیزان جان وارد درس نو شاییم. درس امروز رو میخواهیم با هم بررسی بکنیم درس امروز ما و شما با همدیگر می میخواهیم بررسی بکنیم شاگردای عزیز ادبیات فولکلور است در حوزه انواع و اشکال فرهنگ در داخل جامعه ما با یک مفهومی برخورد میکنیم تحت عنوان فولکلور میخواهیم این مفهوم رو یک مقداری برای شما بیشتر باز کنیم و آشنا شویم یکی از شاخه های فرهنگ فولکلور ادبیات آمیانه یا ادب شفایی است در سنف های قبلی در سنف هشتم در سنف هفتم با مفهوم فولکلور آشنا شدیم گفتیم که فولکلور در لفظ در واقع به معنای چیه به معنای فرهنگ مردم به معنای فرهنگ عمومی مردم اون چیزی که مردم در زندگی روزمره خود در واقع انجام بدهد و یک شکلی و جزی از زندگی روزمره مردم شده حال میگویم در همین فرهنگ فولکلور ما یک شاخه داریم تحت عنوان ادب شفایی حال میخوایم توضیح دهیم که یه ادب شفایی چیست گفتاری است که از فردی به فرد دیگر یا از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. پس این خاصیتی چیست این خاصیت در چیه ادبیات شفای ادبیات شفای اولا از نوع چیه گفتاری چرا چون شفای میگویم ما شفایی را در مقابل کلمه کتبی داریم هر زمانی که ادب فولکلور ما کتبی باشد یعنی باید در کتاب ها نوشته باشد در حالی که مشخصه اصلی ادبیات فولکلور است که شفای است سینه به سینه از یک نسل به نسل دیگر از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود و در واقع زبان به زبان می گردد و می چرخد ای مجموعه، ای مجموعه ای مجموعه این مجموعه این مجموعه چی این مجموعه ادبیات شفاهی این مجموعه جزء مشترکات فرهنگی هر ملت و عامل پیوند همه ای انسان ها با یکدیگر است آدم هایی که در داخل یک جغرافیای خاص عنوان کشور با یکدیگر زندگی می‌کنند کسانی هستند که دارای فرهنگ فلکلوری یا ادبیات شفایی مشترک هستند کسانی هستند که افسانه‌هایش با یکدیگر مشترک است دارای در واقع ضرب مشترک هستند نوع پوشششان با یکدیگر مشترک است مراسم ازدواج مراسم خط، مراسم سوگواریشان باید دیگر شبیه هستند و این ویژگی های مشترک را دارند اگرچه جغرافیای الان کمی تغییر پیدا کرده وقتی شما نگاه میکنید ما کشورهایی داریم که از نظر مرزهای جغرافیایی و سیاسی با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و جدا شدن ولی میبینیم ما بین کشورهای همسایه هنوز که هنوز است او فرهنگ فولکلوری او ادبیات شفایی اشتراک دارد نوع لباس افراد رو نگاه کنید چقدر با یکدیگر شبیه است کشورهای مانند ایران پاکستان افغانستان از نظر نوع لباس رسمی لباس در واقع ملی شبیه به یکدیگر هستند از نظر آداب و رسوم از نظر نوع ازدواج از نظر نوع بیان از نظر زبان چقدر اشتراک داره این اشتراکات است اگر چه مرزهای جغرافیایی ایجاد شده ولی ولی فرهنگ فولکلوری این مرزها را در نور دیده از این مرزها عبور کرده و در واقع اشتراکات هنوز که هنوز است چون سینه به سینه نقل شده و انتقال پیدا کرده جای خود را ثابت نگه داشته ادبیات آمیانه دری از نظر ساختار محتوا از ادبیات مکتوب زبان دری متفاوت است پس در حوزه ادبیات دوستان اگر ما بگویم ادبیاتی داریم که ادبیات مکتوب هست یه ادبیات مکتوب متفاوت است ما یک ادبیات مکتوب معیار و رسمی داریم و یک ادبیات مکتوب چی داریم دوستان فولکلوری داریم یا ادبی داریم که در حوزه ادبیات فرهنگ عامه جای میگیرد از نظر کلمات از نظر ساختار دستوری با یکدیگر تفاوت دارند خب ادبیات مردم به طور کلی ما میگوییم فولکلور یعنی چی یعنی ادبیات مردم فرهنگ مردم ادبیات مردم به طور کلی دارای دو شاخه از شاگرد عزیز یا ادبیات ما روایت های منظوم هستند و یا هم روایت های منصور هستند که میخوایم این دو گونه روایت را با همدیگر بررسی کنیم و اشکالش را ببینیم خب بخش اول ما روایت های منظوم گفتیم یکی از انواع ادبیات آمیانه ادبیات مردم چه دوستان روایت های منظوم است نظم در مقابل نسل قرار گرفته وقتی که ما منظوم میگوییم یعنی چی یعنی شعر منظوم به معنای شعر است در حالی که در مقابل نس قرار می گیرد. خب این منظوم منظور چه ابعادی است چه دسته هایی است به چند دسته تقسیم می شود چی می شود؟ یک میگوییم که دوستان تقسیم شعر دری ما به طور کلی اشعار دری که داریم دو قالب دارد دو گونه دارد دو دسته دارد یا شعر ما شعر معیار است که طبقه باسواد جامعه بر این قالب های شعری شعر میگویند یعنی در واقع کسانی هستند که این اشعار از دل چی از دل مکاتب از دل دانشگاه از دل دانشکده پدید آمده کسانی که در واقع قشر باسواد طبقه باسواد جامعه ما هستند بر این قالب ها اشعار خود را بیان میکنه در حالی که نقطه مقابلش شعر آمیان است اشعار کوچه بازاری است اشعاری که بین مردم بین کسانی که در کوچه و بازار و سرک ها هستند و بین افرادی که در واقع های قدیم هستند که در مکاتب درس نخواندن رواج داشته استفاده می‌کردند این اشعاری که مانند لالایی‌هایی که مادران برای فرزندان خود لالایی ها برای نسل‌های مختلف باقی مانده بیان شده سینه به سینه نقل شده گسترش پیدا کرده ولی این لالایی ها در مکاتب در مدارس در پوانتون، در دانشگاه دانشکده جایگاهی ندارد از دل مردم عوام جامعه به وجود آمده خب میگویم این تقسیم بندی شعر دری بود که گفتیم یا شعر معیار است یا آمیانه حالی شعرها را تقسیم بندی میکنیم میگویم ترانه دوبیتی، ضرب المثل چیستان بازی های منظوم اینها همه در حوزه چی هستند دوستان اشعار آمیان است چرا؟ چون شعر آمیانه جزی از ادب مردم در حوزه چی هست؟ فولکلور جامعه خب ترانه هایی که بیان می شده ترانه هایی که در واقع قدیمه ها برای همدیگر بیان می دو بیتی ها، چار بیتی ها یا همون در واقع روایات که بیان می شده زربل مسئله ها و چیسان هایی که بین کوچه و بازار بین مردم رواج داره همه مورد هایی هستن که می تواند چی باشن؟ در حوزه ادبیات آمیانه و خواسته شعر آمیانه باشه شعر آمیانه از دل شاعران گمنام میجوشد و به وسیله تصاویر و تشبیهات ساده و محسوس مردم کوچه و بازار بیان میشود در حالی که اشعاری که در مکتوبات هست اشعاری که در واقع ما میگیم جزء کتاب اصیل و مهم در حوزه در واقع ادبیات دری او هم اشعار معیار آمی... هست و ساد مشخص است ولی شعر آمیانه یا روایت‌های منظوم او اشعاری هستند که معلوم نیست این را چه شخصی بیان کرده نامشخص بودن گمنامی در حوزه فولکلور بسیار بسیار رویت می‌شود به طوری که نمی‌دانیم نمی که این عنصر فرنگی این رسم این ازدواج این طلاق این مراسم خاکسپاری را چه کسی برای اولین بار انجام داده و مردم از او تبعیت می‌کنند اولین بار این ترانه که در این کشور در این منطقه بین مردم رواج دارد را رو چه کسی بیان کرده کسی نمیداند ای از ویژگی اشعار آمیانه مردم است که مردم همیشه وقتی میخواستن یک شعری را بیان بکنند برای بیان اشعار خود متوسل به چیزهایی شدند که در اطرافشان بودن تصاویری که در اطرافشان هستند مغازه، دکان، طبیعت، و چیزهایی که در اطرافشان هستن موجب شعرگویی اشعار آمیانه می شدن خب در مقابل روایت های منظوم شاگرد عزیز ما چی داریم؟ روایت های منصور داریم حالی روایت های منصور چی هستن؟ روایت های منصور یا اصوره ها هستن دوستان که اصوره ها چیز اصول عقیدتی باوری و ایمانی درباره جهان زندگی مرگ و غیره استوره ها او شخصیت هستند که در طول تاریخ برای بیان رشادت ها، دلاوری ها و قهرمانی های یک ملت، یک قوم، یک فرهنگ بیان می شده. که در داخل او یک باورهای اعتقادی که مردم کوچه و بازار، مردم عوام به او اعتقاد داشتند و بین خودشان مشترک بودند، او را تحت عنوان اصل قرار میدادند و از زبان این اسطوره ها بیان میکردند که این باورها میتواند عقیده باشد میتواند باور به جهان آخرت باشد میتواند در مورد آفرینش باشد میتواند در در مورد زندگی بعد از مرگ باشد در مورد خود حیات باشد روابط انسان ها با یک دیگر باشد و اشکال بسیار مختلف متنوعی داشته باشد ولی به طور کلی اسطوره ها یک قالب دارد و او قالبش داستان است که اسطوره ها را همیشه در قالب داستان ها بیان بکنند و شکل دهند در کنار اسطوره ها دوستان ما افسانه ها و قصه ها را به عنوان روایت های منصور داریم خب چیز اینها زبانی ساده و ساختمانی پر رمز و راز درباره واقعیت زندگی و افکار و عواطف انسانی است افسانه ها زاییده تخیل افرادی هستند که برای ما معلوم نیستند یک نفر بر اساس تخیلات و آرزوها و خواسته های خود چیزی را بیان میکند و در قالب چی در قالب یک داستان شکل میدهد و این عواطف و افکار و در واقع چیزهایی که انسان مورد نظرش و مورد میلشان قرار داشت در قالبی ها به مردم ارائه می شود خب انواع ها و قصا چیست؟ می افسانه ها و قصا می خیالی باشد یعنی موجودات خیالی که ما اصلا نمی بینیم و نمی دانیم و صرفا تخیل او فردی است که او فرد هم معلوم نیست کیست دوم میتواند افسانه ها حقیقی باشد یعنی چی یعنی از زندگی روزمره ای که مردم زندگی میکند با کمی اقراق و مبالغه زندگی مردم را میبینیم کمی اقراق میکنیم مبالغه میکنیم و یک افسانه از دل زندگی عادی مردم میسازیم که میشود افسانه های حقیقی یا میتواند تاریخی باشد مانند سرگذشت بسیاری از پهلوانان بسیاری از ایاران وقتی ما شخصیتی را میبینیم مانند رسم، مانند اسفندیار، مانند سیاوش، مانند لحراس، مانند گوشتاس، این چهره ها چهره هستند که ما در واقع صرفا میشناسیم در طول تاریخ بیان شده. حالی چهره تاریخی میتواند واقعی باشد، میتواند غیر واقعی باشد. در حال گفتیم در افسانه خیالی کلا همه اشخاص، تمام اصوره ها زایده تخیل یک فرد ناشناس است. برخلاف او افسانه های حقیقی از زندگی روزمره مردم سرچشمه می گیرد که کمی اقراق می شود و در نهایت آمیخته ای از تخیل و واقعیت که می شود تاریخ یا می تواند افسانه ها و قصه ها شوخی باشد دوستان شوخی آمیز باشد که جنبه های حزل و شوخی دارد و در نهایت دو می تواند دو نوع قصه باشد دو نوع قصه حیوانات و قصه رمزگونه را نیز می توان بر چهار نوع قبل علاوه کرد برخی وقتا شما یک سری آثاری را یک سری بیانهایی یک سری داستانهای منصوری را می بینید که یا آثار در قبال دو نوع است یا از زبان حیوانات بیان می شود و یا هم از زبان رمزگونه برخوردار است که با کشف رموز او به حقیقت مطلب میتوان پی برد <applause> مطلب بعدی دوستان روایت های منصور در ادامهش ما دو نوع دیگر هم داریم ضرب المثل ها و چیستان ها اگرچه اگر, اگر دقت بکنه شاید عزیز ما در اصلاحات های قبلی گفتیم که ضرب المثل و چیستان هم در روایت های منظوم ذکر شد و هم در روایت های منصور هم میتواند ذکر شود به خاطر به خاطر که تقسیم بندی این ضرب المثل ها ای چیستان ها خیلی کار دشوار و سختی است ما و المثل منصور هم داریم منظوم هم داریم در واقع چیستان منظوم داریم که در قالب شعر بیان می شود و چیستان منصور داریم که در قالب های غیر شعری بدون قافیه و ردیف هم بیان میشود خب حال ضرب المثل ها با علت زیبایی و فساحت مقبول عام است ضرب المثل ها بیان دریای از مفاهیم در قالب چند لغت است یا در قالب یک جمله است وقتی شما یک جمله را بیان میکنید دنیای از مفهوم دنیای از معانی را در پی دارد به طوری که وقتی میگیم ریگ به کفش داشتن چیه دوستان یک ضرب المثل ریگ به کفش داشتن یک ضرب المثل است که یک معنای عمیق پشتش وجود دارد یک دنیا تفسیر میتوان در مورد یک ضرب المثل انجام داد از ترکیب و از ترکیب پیچیده و محتوای سنگین برخوردار است چرا چون وقتی شما یک ضرب المثل را میشنوید در ابتدا معنا نمیتوانید بکنید وقتی میگوید که اگر آشپز دو شد غذا یا شور می شود یا بنمک یعنی چی این نیاز دارد که توضیح بدهید نیاز دارد به تشریح کردن معنایش معنای سنگین است که نیاز به تشریح و توضیح یک فرد عاقل و دانا دارد چیسان خصوصیات کیفیت آدمها حیوانات و غیره را بیان میکند هر ویژگی هر صفتی که یک انسان دارد یک حیوان دارد در قالب چیسان قابل مشاهده است استفاده از زبان استعاره تمثیل تصویر رو تفسیر از دیگر ویژگی های چیستان هاست که وقتی یک چیستان را میخوانیم میبینیم که به گونه کاملا کنایه آمیز به گونه کاملا رمزآمیز رازالود بیان میشود که برای بیان مقصد این نوع قالب نیست این نوع چیستان نیست نیاز نیست که شما به یک شخص دانا و آگاه مراجعه کنید و معنا و مفهوم او را بیابید خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم درس امروز شویم درس امروز ما در حوزه دستور زبان آشنایی با جمله فعلی است در جلسه قبل با جمله ناقص آشنا شدیم در جلسه قبلترش با جمله در واقع بسید آشنا شدیم جمله معترضه آشنا شدیم و انواع مختلف جمله را بیان کردیم حال میرسیم وارد یک جمله جدیدی میشه این تحت عنوان جمله فعلی میخوایم ببینیم که جمله فعلی چیز ساختار چیز و اجزایش را بیان کنیم در ابتدا میگوییم که جمله فعلی جمله را گویند که مرکب از فعل و فاعل و مفعول باشد سه جزء اصلی سه بخش اصلی که در داخل یک جمله فعلی قرار دارد چیه دوستان فعل فاعل و مفعول پس جمله فعلی جمله ای است که فعل دارد در کنار فعل فاعل و مفعول نیز دارد به عبارت دیگر جمله ای است که فعل اسنادی است اص و فعل تأکیدی هست در آن نباشد نگاه کنید دوستان در هر زمان شما جمله دیدید که فعلش است یا هست نباشد او جمله جمله فعلی است چرا چون جمله ای که در او است و هست باشد دیگر جمله جمله فعلی نیست جمله اسمی است که انشاءالله در جلسات بعدی برای شما توضیح خواهیم داد که در واقع جمله اسنادی یا جمله اسمی چیست خب حالی برای بیان و توضیح بیشتر جمله فعلی چند مثال با هم دیگر کار میکنیم خب جمله اول چیست؟ جمله اول میگوید فرهنگ عامه واقعیت های عادی زندگی مردم را منعکس میکند خب یک جمله داریم یه جمله ما سه جزء اصلی جمله فعلی را داراست خب ایزا چیه؟ فرهنگ آمه می شود فائل ما پس فرهنگ آمن نقشش در ساختار جمله فائل است واقعیت های عادی زندگی مردم نگاه کنید این به طور کلی همه با هم نه یک کلمه او کلمه مردم به تنهایی نیست کل ای ساختار ترکیبی واقعیت های عادی زندگی مردم همه با هم دیگر می شود نقش مفعول ما مفعول چی بود؟ مفعول گفتیم که یک نشانه داشت و او پسی نبود پسی نه چی؟ پسی نه را چون ذکر شده پس نشان میده که مفعول ما مفعول معرف است خب در انتها هم فعل میخواد منعکس میکند میشه فعل جمله ما پس یک جمله داشتیم فاعل داشت مفعول داشت و فعل داشت پس میشه جمله فعلی خب نوع دوم یا مثال دوم فولکلور شناسان ادبیات مردم را به دو بخش تقسیم میکنند فولکلور شناسان ادبیات مردم را به دو بخش تقسیم میکنند خب فاعل میشود فولکلور شناسان مفعول شما میشود ادبیات مردم را خب تقسیم میکند چی میشود دوستان میشود فعل جمله شما اگر چه دو بخش چون در واقع قبلش آمده حرف اضافه اومده میشود متمم جمله که چون در ساختار این جمله برای ما درس اهمیت ندارد ذکر نکردیم ولی بدانید که دو بخش نقشش میشه و چی سان متمم جمله خب جمله ما فاعل داشت جمله ما مفعول دارد و جمله ما فعل هم دارد پس نشان بدهد که این جمله هم یک جمله فعلی است خب کار خانگی جلسه آینده ما و شما دوستان جمله فعلی را تعریف کنید مثالش را ذکر نمایید خب شاگردای عزیز سنف نهم در پایان جلسه امروز رسیدیم خسته نباشید مانده نباشید کانال ارتباطی خودتان و خودمان را دوستان فراموش نکنید 2964 780 255 چهل سیزه آماده دریافت نظرات شما خوبان دری زبان است عزیزان جان تا دیداری دیگر شما خوبان را به الله پاک می سپارم خداوند یار و نگهدارتان